اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلهم فی فلک یسبحون و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اف امیت و هم الخالدون کل نفس دائقة الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن و الینا ترجعون. بخشی از این آیات مربوط به توحید ذات اقدس الله بود، بخشی هم مربوط به مسئله وحی و نبوت و همچنین معاد. تتمه بحث‌های قبل این بود که خدای سبحان شب و روز را و همچنین شمس و قمر را آفرید و همه این ستاره ها در فلک جریان دارند. کلون فی فلکه یسبحون، جمع آوردن کل بعد از ذکر شمس و قمر به لحاظ ستاره هاییست که از کلمه لیل استفاده می شود، چون در لیل ستاره ها روشنه، لذا اون نجوم لیل و این شمس و قمر در فلک سابهن جریان دارن. ان لک فی النهار سبحا طویلا، یعنی همین حرکت و جریان. در بحث های گذشته اشاره شد به این که اقدمین یعنی فیثاغورثی ها فکر می کردن که زمین حرکت می کند و شمس محور است. همین مبنای فیثاغورثی ها سالیان متمادی رواج داشت و تکمیل شد تا به برخی از نظرهای بعدی رسید که زمین ساکن است و شمس و قمر حرکت میکنند. این نظر سالیان متمادی دوام داشت، بعد به وسیله بطلمیوس تکمیل شد، تدوین شد و به صورت نجوم مدرسی در آمد. سالیان متمادی رو این کار پیش می کردن. جریان نجوم سالیان متمادی راکد بود، یعنی رصدخانه و فحص و بحثی نبود. این چنین نبود، نیست که مثلا 2000 سال بشر تلاش و کوشش میکرد و مدرسه داشت و دانشگاه داشت و آکادمی داشت ولی معذالک به مقصد نمیرسید. سالیان متمادی در بار نجوم کمکاری شده تا عصر کوپرنیک و امثال اینها رسید که اینها دوباره برگشتن به نظر فیثاغورثی ها که قبل از بطلمیوسی ها بودن. شیخ جان استاد مرحوم علامه شعرانی که تقریبا نهریر این فن بود، هم در ریاضیات و هم در نجوم، ایشون در کتاب شریف نصر توبا ذیل آیه کلون فی فلک یسبحون بعد از فرق‌گذاری بین فلک و آسمان این سیر تطوری و تاریخی را ذکر می‌کند که اساره فرمایش ایشون در کتاب وحی نبوت آمده در رد شبهاتی که فکر می‌کردند مثلا اسلام مخالف علم است، حرفهایی می‌زند که مطابق با علم نیست، از این شبهاتی که از مسیحیت و امثال مسیحیت تلفیق شده در این کتاب وحی نبوت است. مطلب مهم آن است که این بحث‌های حرکت گاهی زمینی بود، گاهی آسمانی، گاهی در زمین بود، زمین حرکت می‌کرد به زعم دی، گاهی می‌رفت آسمان. و در عصر کوپرنیک و امثال ایشون حرکت از آسمان به زمین آمد و سکون از زمین به آسمان رفت. این تفاوت کم نیست، یعنی یه مطلب زمینی بشه آسمانی و مطلب آسمانی بشه زمینی. اما در بسیاری از مسائل عمیق فلسفی، کلامی، فقهی و اصولی ذره‌ای اثر نگذاشت.
این جریان قبض و بس که میگوید اگر یه مطلبی در یه گوشه دنیا پیدا شد کل مطالب عوض میشود، این سخن ناسواب است. البته بحثهایی که مربوط به خصوص حرکت زمین است، وقتی ثابت شد که زمین حرکت نمی کند اونها عوض می شود. اگر بحث های مربوط به سکون شمس است، وقتی روشن شد که شمس ساکن نیست اونها عوض می شود، اینجا جای قبض و بست است. اما بحث هایی که مربوط به فلسفه و کلام است، اصل حرکت است. حرکت شش چیز نیاز دارد: مبدأ و منتها دو تا، زمان و مسافت چهار تا، فاعل و قابل شش تا. این امور ششگانه حرکت از عهد فیثاغورس تا الان و از الان تا فیثاغورس چند هزار سال هست. این چنین نیست که اگر حرکت از آسمان به زمین آمد یا سکون از زمین به آسمان رفت یک قبض و بستی تو مسائل فقهی، اصولی، فلسفی، کلامی پیدا بشه. اصلا تو مسئله حرکت جوهری ذره اثر نگذاشت. حالا چه زمین حرکت وضعی و انتقالی داشته باشه چه آسمان، حرکت جوهری نه وضع فیثاغورسی هاست، نه وضع بطلمیوسی ها، نه وضع کوپرنیکی ها. نیاز حرکت به محرک مار هر سه دوره است. نیاز حرکت به مسافت و زمان مار هر سه دوره است. چون که مسائل فقهی اینطوره، مسائل اصولی اینطوره. بسیاری از مسائل فقهی و اصولی و فلسفی و کلامی و عرفانی و مانندان همچنان ثابتن، نه ساکن. با اینکه تحولات فراوانی در جهان کوپرنیکی و فیثاغورسی و بطلمیوسی پدید آمد، بنابراین باید واضح بود به اینکه حوزه تأثیر قبض و بسط کجاست. اقدمین قائل به مدار بودن و در ترسیم کم کم این مدار را وقتی که رو کاغذ و امثال کاغذ به صورت نقش میکشیدن کم کم توهم تجسیم شد. نجوم را اقدمین تو بحث ریاضی مطرح میکردن، از زمان بطلمیوس به بعد تو طبیعیات مطرح میکردن. خیال میشد به اینکه فلک جسم است، چون جسم است در مبحث طبیعی باید مطرح بشه، در حالی که اونا میگفتن مدار هست، جسمی در کار نیست. اگر مدار است و جسمی در کار نیست، خط فرضی است، باید تو ریاضیات بحث بشه نه تو طبیعیات. این رو هم شیخ نرستاد مرحوم علامه شهرالی دارن هم دیگران. خب بنابراین مطلب اول این بود که اقدمین میگفتن زمین حرکت میکند، بعد قدما گفتن که آسمان شمس حرکت میکند، بعد متأخرین یعنی کوپرنیک به بعد به نتیجه رسیدن که زمین حرکت میکند. این یک. و اقدمین این گونه از مسائل را تو باب ریاضی طرح میکردن نه تو باب طبیعی. فلک جرم و جسم نیست تا تو طبیعیات طرح بشه، یه مدار فرضی است که این در اون مدار داره حرکت میکند، که اگر بخواهن اون مدار را ترسیم کنن یه خط دائره میکشن. دائره است نه کره. اگر دائره است تو ریاضیات است، جرم نیست. اگر هم کره بود باز تو جرم ریاضی بود، ولی این جسم طبیعی نیست که به صورت کره در آمده باشد. بنابراین اقدمین تو ریاضیات مطرح میکردن، قدما تو طبیعیات، اخیرن هم جزء فن ریاضی شد. مسئله بعدی آن است که تمام تحولاتی که عصر فیثاغورس تا الان پدید آمد قبض و بستی در حوزه خاص خودش دارد. البته هر جا وقتی مبنا عوض شد مسائل مبتنی بر اون مبنا هم عوض می شود، اما اون چی که مربوط به این مبنا و بنا نیست همچنان ثابت است. پس جریان اصل حرکت، مثلا حرکت جوهری و مانند آن، همچنان قوانین کلی ثابتند و نه ساکن. این سه مطلب. بنابراین این سه مسئله کاملا روشن شد که اقدمین میگفتن زمین حرکت میکند، قدما میگفتن
شمس حرکت میکند، بعد کوپرنیک و بعد متأخرین به نظر فیثاغورسیا بها دادن، گفتن زمین حرکت میکند. مطلب دوم این بود که اقدمی رو مدار میدونستن، تو ریاضیات بحث میکردن، نه جرم و جسم که تو طبیعیات باشد، فلک یه جرمی پوست پیازی باشد که قابل خرق التیام نباشد به ماننده. مسئله سوم و مطلب سوم جریان قبض و بسط است. هر مطلبی که عوض شد آثار همون شی دگرگون می شود، اما وقتی حوزه به شعاعش عوض شد و واقع ارتباطی نداشت عوض نمی شود. شما اول تا آخر مسائل اصولی رو بررسی کنید، فقهی رو بررسی کنید، میبینید که شاید خیلی کم برخورد کنید به جای اینکه اگر کوپرنیکی شد حب چیه و اگر بطلمیوسی شد حب چیه. حجیت قول ثقه است، حجیت اصل است، حجیت امارات است، اینا مسائل اصولی است. مسائل فقهی فرونچیز واجبه، فرونچیز حرامه، فرونچیز صحیحه، فرونچیز باطله، فرونچیز حقه، فرونچیز باطله، بعد اینا اصلا ارتباطی با وضع فیثاغورسی ها و بطلمیوسی ها و کوپرنیکی ها ندارد. نمیشود گفت که چون حالا وضع عوض شد علم پیشرفت کرد اینا هم اثر دارن. خب اونی که متولی این بحث حرکت است فلسفه است. فلسفه میگوید چه زمین حرکت بکند، چه آسمان حرکت، 6 چیز میخواد. چه فیثاغورسی فکر کنید، چه بطلمیوسی فکر کنید، چه کوپرنیکی حرکت جوهری حقه. این چنین نیست که حالا اگر یه گوشه رخنه کرد گوشه های دیگر آسیب ببیند. خب این سه مطلب بود مربوط بحث های دیگه که بخشی از اینها رو شیخ نراستاد مرحوم علامه شهرانی، خب چون این متخصصیتون بحث ها بود، در همون کتاب شریف نسل توبا در بحث فلک کلان فی فلک این هست به اینها مطرح کرده. مطلب دیگه این که سوره مبارک انبیا که در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی اصول دین بود، توحید را ذکر بود، وحی نبوت ذکر بود، حالا به مقصد معاد میرسه. در جریان وحی نبوت یه سلسله دهنکجی های مشرکین داشتن. دهنکجی های مشرکین بخشی مربوط به سیاسی بود، بخشی مربوط به اجتماعی و اخلاقی و ماننده بود. تو بحث های سیاسی فکر میکردن که وجود بارک حضرت رحلت میکند، فرزند ندارد، ابتر است، بساط نبوت برچیده میشود، این چراغ خاموش میشود که این نشانه که هو الابتر رد این هاست. نتربصو بهی ریب المنون هم رد این هاست. مطلب دیگه اون دهنکجی های اجتماعی بود که بخواستن حد که حرمت کنن، حد که حیثیت کنن، در حریم او وارد بشن. میگفتن به این که وقتی او رحلت کرده است ما به همسران او ازدواج میکنیم، یک اهانتی هم از این را خواستن وارد حرم مطهر حضرت بکنن. این بخش دیگر قرآن کریم کاملا جلوگیری کرد، فرمود و ازواجه و امهاته، همسران پیغمبر مادران شما. این حاکم بر ادله حرمت علیکم امهاتکم است به توسعه موضوع. مادر انسان بر انسان حرام است. یک ازواجه و امهاته، این حاکم بر دلیل قبلی است برسان توسعه موضوع. نظیر التواف بالبیت سلاتون، التواف بالبیت سلاتون حاکم بر لا صلات الا به طهور هست به توسعه موضوع. یعنی همونطوری که نماز بدون طهارت باطل است، طواف بدون طهارت هم باطل است. چرا؟ برای اینکه طواف صلات است. این از طواف و بالبیت صلاتون لزوم طهارت را به عهده دارد، چون حاکم بر لا صلات الا به طهور هست به توسعه موضوع. از صلاتو علا قسمینه، یک قسم الال کعبه است، قسم دیگر حول الکعبه است. اون طواف حول الکعبه منزل صلات. این رو میگن حاکم بر دلیل به توسعه موضوع. اینجا هم که از ذات اقدس الله فرمود و از ازواجه و امهاته، یعنی مادر شما، این چه فکری دارید میکنید؟ اگه با مادرتون ازدواج میکردید خب با همسران پیامبر ازدواج میکنید. جلوی دهن اینها رو بست. گذشته از این که در آیه دیگر فرمود برای شما نیست بلا انتن که و ازواجه و بعدی ابدا، این کلمه ابد هم توش هست.
پس گذشته از اون نهی صریح، این نهی حافظ حرمت حریم پیغمبرم هست. ممکن است که همسران پیامبر کافر باشن، این ننگ نیست. فرمود ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا کفر ورزیدند و ایمان نیاوردند، این ننگ نیست. اما معاذ الله حریم پیامبر آلوده دامن باشد، این ننگ است. و اونا اصرار داشتن که این ننگ را به حریم حضرت انتساب نسبت بدن. به قرآن کریم در سوره مبارکه نور آیه 15 آیه 16 به شدت از این کار دفاع کرده. این چه دهن کجی میکنید؟ این بهتان عظیم است. چرا جلوش نگرفتید؟ چرا دهنتون رو باز گذاشتید؟ اینا اون بیگانم قصد اهانت داره. در این گونه از موارد قرآن کریم گذشته از این که حکم فقهی را ذکر میکند، جلوی دهنکجی اینها را میگیرد. همون حکم چه فرمود؟ ولا تنکه و ازواج هم بعدی ابدا، کافی بود. اما فرمود به اینکه به ازواج و امهاتو، هر کاری که درباره مادرانتون دارید درباره همسران پیغمبر داشته باشید که دهن اینا بسته شد. صرف حکم فقهی را قرآن کریم بسنده نکرد، جلوی دهنکجی دهنکجان را هم گرفته است. این مالو بعد فهمون چه منظور دارید که میگید نترب بسو بهی ری بر منون؟ ما منتظریم. منون یعنی مرگ. قد انشبت المنیت و از فارها یعنی مرگ. خب اگر منیه منی مرگ است، منون به منی مرگ است، گفتن نترب بسو بهی ری بر منون، منتظریم که مثلا حضرت رحلت بکنه. ذات اقدس اله فرمان بر فرج رحلت بکند، منظورتون چیه؟ اگر اون منظور دهنکجی دارید که حکم اینه، اگر منظور دارید که این چراغ خاموش بشود شما هم در آینده نزدیک میمیرید، این تو نیست که شما باشید بعد این چراغ خاموش کنید، که ما دینش حفظ میکنیم، هم دینش حفظ میکنیم هم شما را پشت سر این میبریم یا زودتر از این میبریم. بنابراین این فکر را از سرتون دور کنید که شما بمانید بعد بتوانید این چرا خاموش کنید. فرمود ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، جریان مرگ تازگی ندارد. گذشته اینطور بود، حال اینطور است، آینده اونطور است. ممکن نیست کسی در جهان طبیعت ابدی بماند. ابدیت مال آخرته. چرا؟ برای این که طبیعت نشه حرکته، حرکت با ابدیت که جمع نمی شود، میشه عبس. یه موجودی دائما پوشش کند، خب که چی؟ اگر عالمی جای حرکت بود یقینا منقطع الآخر است. اگر حرکت دوام پیدا کند معناش این است که لغوه، چون حرکت به سوی مقصد رسیدن و مقصود را در اون مقصد دیدن است. این کار دائمی باشه لغوه دیگه. تعبیر قرآن کریم این است که این نشأه نشأه آزمونه. نشأه آزمون با ابدیت سازگار نیست. میگه آدم دائما میخواد امتحان بده. ما که عبس تر نکردیم، اینجا هم که جای آزمونه. خب آزمون با ابدیت یعنی لغو. آدم دائما داره امتحان میده بی نتیجه. چون این نشأه نشأه آزمون است و آزمون محال ابدی باشد، در اینجا که محال است در این مرحله امکان خلود. اگر جناب سعدی میگوید اینجا محال است، یعنی محال است. ممکنه کسی عمر طولانی داشته باشه، ولی همونطوری که دو تا چهار تاست و پنج تا مستحیل است، ابدیت تو عالم دنیا مستحیله. یعنی که حرکت با ابدیت جور در نمیاد، یک. امتحان با ابدیت جور در نمیاد، دو. آدم دائما امتحان بده، خب میشه لغو دیگه. لذا فرمود ما جعلنا لبشر من قبل کل خود افهمته فهم الخالدون. حالا شما که رحلت کردی اینا میمونن؟ این چنین نیست. گذشته اینطور بود، حال اینطور است، آیندم به شرح زن. کل نفس زائقه الموت، هر کسی مرگ را میچشد.
مهمترین فرهنگی که قرآن آورده این است که انسان مرگ را میمیراند. حرف تازه است، یعنی تو ما مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، این حرف قرآن را از هیچ جا نمیشنوید. خیال هر کسی خیال میکند وقتی میمیره پایان خطه، میمیره. قرآن میگوید خیر، انسان مرگ را میمیراند. مرگ یعنی چی؟ مرگ یعنی تحول و دگرگونی. انسان مرگ را میپوساند. در این مصاف و نبرد و درگیری یکی له میشه یکی میمونه. فرمود ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. خب تو بستر مرگ در این مصاف در این نبرد دست به گردن شدید، با مرگ ملاقات کردید، کی برنده است؟ ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده. شما میرید این میمونه. این حرف مال قرآنه، حرف تازه که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اینه مشرق عالم برید، مغرب عالم برید، این حرف مال انبیاست. هیچ کس نگفته که انسان مرد را میمیرونه، فقط انبیا گفته. سم تردونه، نه تردان، نه شما و مرگ با هم میرید، شما میرید این میمونه. مرگ یعنی تحول، یعنی دگرگونی. شما به عالم سباق میرسید. ان الدار الاخرت الهی الهیوان. درست از خیلی ها در مقام علمی فهلن، اما به مراتب کوچکتر از آنن که این حرفا را آورده باشن. اونا درست از گفتن مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. در این مساف او پیکرم رو میگیره، من جانم از دست او نجات میدم و ابدی میشم. این حرف خیلی حرف بلندی است، اما از این جا گرفتن، نه از خودشون نه از جای دیگر. خب فرمود شما مرگ را میکشید، نه کل نفس یذوق الموت. مرگ ما را نمیکشد، ذائق مذوق را هضم میکند و در خود فرو میبرد، نه مذوق. شما یک لیوان آب یا شربت که نوشیدید، شما این لیوان آب لیوان و شربت لیوان را هضم می کنید، نه او شما را. زائق پیروز است نه مذوق. مرگ را انسان می میراند، میشه ابدی. اگر ابدیت شد هم به حرکت جواب مثبت داده شد هم به آزمون. فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. فتنه یعنی افتتان، یعنی آزمون. این فتنتن مفعول مطلق است برای نبلوکم، از لحاظ معنا نه از لحاظ لفظ. مثل این که میگن جلست و قعودن، اون قعودن مفعول مطلق این فعل است، منتها از ماده این فعل نیست، معنای این فعل دارد. یه وقتی میفرماد که نبتلیکم ابتلاءن، یه وقتی میفرماد نبلوکم بلاءن، یه وقتی میفرماد نبلوکم فتنتن. این فتنتن منصوب است، مفعول مطلق است برای نبلوکم، از لحاظ معنا گرچه از لحاظ لفظ اونیست. خب پس برهان مسئله اینه، چرا همه باید بمیرن؟ برای اینکه نشه امتحانه. امتحان با ابدیت سازگار نیست. امتحان برای آن است که کسانی که امتحان دادن به مقصد برسند. لذا مسئله معاد را هم اینجا مطرح میکند که ثم الی ربکم ترجعون. والحمد لله رب العالمین.